تو این آموزش میخوایم بپردازیم به مدل سازی این زیر لیوانی در نرم افزار دیدی استودیو مکس و با یک اسکریپت فوق العاده آشنا بشیم به نام اسکریپت ادوانس اری که نسبت به اری خود 3D استودیو مکس قابلیت های فوق العاده بیشتری رو به ما میده. بریم با هم ببینیم. قبل از اینکه آموزش استارت بزنم حتما این پست رو لایک کن و اگر این اسکریپت فوق العاده رو میخوای دریافت بکنی 5 نفر از دوستانتو زیر این پست تگ کن. خیلی دوستت دارم، بریم آموزش رو ببینیم. خب میبینید که من مدل سازی همون زیر لیوانیا رو انجام دادم با همون اسکریپتی که بهتون معرفی کردم، اسکریپت ادوانس اری، و یک انیمیت خیلی ساده هم بهش دادیم که برای شروع مدل سازی همونطور که توی رفرنس قبلش دیدید میبینید که از یک سری ردیف های چوبی که در کنار هم قرار گرفتن تشکیل شده و عرض خیلی کمی دارن و طولش مشخصه که ما میخوایم دقیقاً به همین شکل اینا رو در کنار هم قرار بدیم و یک مسیر تعیین بکنیم که اینها در طول مسیر تکرار بشن. برای شروع من میام و یک باکس خیلی ساده من اینجا ترسیم میکنم. بعد از اینکه اینجا باکسمو ترسیم کردم، حالا میتونم در لنف حالا مشخص بکنم که طولش چقدر باشه، ویفت میزان عرضش رو تعیین بکنم که مثلا من 5000 میزنم و ارتفاعش هم حدودا روی 2000 که برای این مدل من روی 1000 قرار دادم. و بعد اومدم با استفاده از یک لاین یک مسیر براش کشیدم که لاین رو به راحتی میتونید بیاین در نمای فرانت و لاین رو شروع کنید در حالت کورنر. نمونه براتون ترسیم میکنم، چند تا ورتکس توی صحنه‌ام اینجا میذارم. میبینی که قسمت هایی که میخوام یک سری تغییراتی اعمال بکنم یک ورتکس بیشتری اضافه کردم و بعد این قسمت پایین که قوس خورده شما به راحتی میتونید هر تعدادی که میخواین ورتکس ها رو به همون حالت قرار بدین که این دور بخوره دقیقا به همون شکل. و بعد از اینکه اینو اوکی کردید حالا میتونید همه ورتکس ها رو انتخاب کنم، اینا رو در حالت اسموت قرار بدم که نرم بشه و بعد میتونید ویرایششون کنید دقیقا مثل کاری که من انجام دادم و که فرم خیلی تمیزی در بیاد. این قسمت ها رو من میبینی که ذره موف کردم به سمت بالا، قسمت ها رو به سمت پایین که هر چقدر بیشتر وقت بذارید خیلی تمیزتر در خواهد آمد مسیرش. خب من اینو دیلیت میکنم، از همین استفاده میکنم و از این کپی میگیرم اینجا قرار میدم و بعد از اینکه اینو روی حالت کپی قرار میدم کافیه من اینجا مدلمو انتخاب بکنم، مدل همون فریم چوبیمو انتخاب بکنم که توی رفرنس ما داریم میبینیم و بعد بیام در قسمت مودیفایلیست و مودیفایر ادوانس اری رو پیدا بکنم که این اسکریپت فوق العاده طریقی نصبش خیلی راحته. با توجه به ورژن 3D مکستون کافیه اینو نصب کنید بعد از اینکه من این اسکریپت رو در اختیارتون قرار دادم. خب کافیه من بیام در قسمت مودیفایلیست ای رو بزنم و اینجا ادوانس اری اینجا برای من اضافه شده. خب من ادوانس اری رو میزنم و گزینه هاش اینجا برای من نمایش داده میشه. میبینی که رولوت های بسیاری هم داره و با رولوتی که من الان کار دارم من میام در اولین گام میام در قسمت رولوت پارامترز و تعدادش رو تعیین میکنم، تعدادی که قرار کپی گرفته بشه روی 100 تا قرار میدم و بعدی که روی 100 تا گذاشتم، حالا ببینید این تعدادی که من میخوام ببینم چقدر باشه، روی 100 تا گذاشتم و بعد میام میخوام مسیر رو به ادوانس اری معرفی بکنم. کافیه بیام در رولوت پت، در رولوت پت که وقتی که اومدم اینجا پیک پت رو میگه به من بده، مسیر رو به من بده، من پیک میکنم و روی مسیرم کلیک میکنم. بعد از اینکه روی مسیر کلیک کردم این دقیقا سر جای خودش قرار گرفت. حالا کافیه بیام توی گزینه هاش، اینجا ما اسپیسینگ داریم، آفست داریم و اگر من اینجا اسپیسینگ رو تغییر بدم این شروع میکنه بر اساس میزان فاصله اون ستایی که من در رولوت پارامتر تعیین کردم و فاصله هاشو مشخص میکنه که هرچی من میزانش ببرم بالا میبینی که با یک فاصله معین دقیقا تا انتهای مسیر قرار میگیره. حالا من بذارید یه ذره این مدلمو موف کنم بیاد این کنارتر، حالا هم مسیر رو هم خودشو و بعد انتخابش کنم. خب میبینی که به راحتی این اوکی کردیم. حالا میتونم اینجا میبینی که تکرار زیادی شده که چون نسبت به فاصله و مسیرمون تعداد بیشتره اینجا به خاطر همین توی هم قرار گرفتن که کافیه من تعداد کانتو کمتر کنم و این درست میشه به راحتی و میبینی که چقدر عالی ایجاد شد. حتی الان من میتونم انتخابش کنم بیا در قسمت خود گزینه های باکس و اینجا ضخامتش رو بیشتر بکنم که اگر میخوام یه ذره بیشتر بینش فاصله کمتر بشه و ضخامت این فریم ها بیشتر بشه به راحتی میتونم در قسمت باکس کنترلش بکنم. میبینید خیلی دقیق. و بعد از اینکه این کار انجام دادم حالا
من یه ذره بازم کمترش میکنم، همون 8000 میذارم. و بعد میبینید که توی رفرنسی که اینجا داریم، اینا بعضی از قسمت ها یه ذره ارزش بیشتره، بعضی از قسمت های ذره کت شده. خب ما به راحتی میتونیم بیایم در گزینه های ادوانس اره، این یک رولوتی داره که فوق العاده است که میاد رندوم میکنه، رندوم میکنه در روتیشن، در آفست و در اسکیل، که خیلی خیلی اینجا برای ما کاربرد داره. کافی من مثلا بیام در قسمت رولوت رندوم اینجا اسکیل رو یه ذره تغییر بدم، میبینید که فوق العاده با نسبت به هم دیگه رندوم اسکیل میشن و خیلی باعث میشه که طبیعی تر باشه این زیرلیوانی که ما داریم اینجا شبیه سازی میکنیم. و در روتیت هم میتونم خیلی محور زیر یه روتیت خیلی کمی من بهش بدم که نسبت به همدیگه روتیت داشته باشن، میبینی؟ و خیلی تمیز در کنار هم قرار نگیرن. هیچ چیزی بچه ما در دنیا نداریم که خیلی خیلی تمیز و دقیق باشه، همه چی باید یه ذره به هم ریختگی داشته باشه. میبینی که براحتی من اینو مدل سازی کردم. امیدوارم از این آموزش کوتاه لذت برده باشی. حتما این پست رو لایک کن و اگر میخوای که این اسکریپت فوق‌العاده رو دریافت بکنی، 5 نفر از دوستانت رو زیر این پست تگ کن. موفق و پیروز باشی.